سلام و وقت بخیر. ماتریس های هم مرتبه. دو ماتریس را هم مرتبه گویند هرگاه تعداد سطرهای آن دو ماتریس با هم برابر و تعداد ستونهای آنها نیز با هم برابر باشند. مثال: در کدام یک از موارد زیر ماتریس ها هم مرتبه هستند؟ الف: ماتریس A و B داده شده است، دو ماتریس با هم هم مرتبه هستند چون تعداد سطرهای ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر است. همچنین تعداد ستونهای ماتریس A با تعداد ستونهای ماتریس B برابر است. در ماتریس ها معمولاً در گوشه پایین سمت راست ماتریس تعداد سطرها و ستونها را می نویسند. عدد 2 به رنگ آبی بیانگر تعداد سطرها و عدد 2 به رنگ قرمز بیانگر تعداد ستونها است. چون تعداد سطرهای ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B و تعداد ستونهای ماتریس A با تعداد ستونهای ماتریس B برابر می باشد، در نتیجه این دو ماتریس با هم هم مرتبه هستند. در بند B مثال دو ماتریس C و D داده شده است، این دو ماتریس با هم هم مرتبه هستند چون تعداد سطرهای ماتریس C با تعداد سطرهای ماتریس D برابر است. تعداد ستونهای ماتریس C نیز با تعداد ستونهای ماتریس D برابر می باشد. ماتریس C 3 سطر و 3 ستون دارد. ماتریس D نیز 3 سطر و 3 ستون دارد. در قسمت جیم دو ماتریس F و E داده شده است، این دو ماتریس با هم هم مرتبه نمی باشند چون تعداد سطرهای ماتریس F با تعداد سطرهای ماتریس E برابر می باشد، اما تعداد ستونهای ماتریس F با تعداد ستونهای ماتریس E برابر نمی باشد. ماتریس F 3 سطر و 3 ستون دارد، اما ماتریس E 3 سطر و 2 ستون دارد. به طور کلی می توان گفت چون تعداد سطرهای ماتریس F با تعداد سطرهای ماتریس E برابر می باشد، اما تعداد ستونهای ماتریس F با تعداد ستونهای ماتریس E برابر نمی باشد، لذا این دو ماتریس یعنی ماتریس های F و E با هم هم مرتبه نیستند. در قسمت دال دو ماتریس M و N داده شده است، این دو ماتریس با هم هم مرتبه هستند زیرا تعداد سطرهای ماتریس M با تعداد سطرهای ماتریس N برابر می باشد و تعداد ستونهای ماتریس M با تعداد ستونهای ماتریس N برابر می باشد. ماتریس M دارای 3 سطر و 2 ستون می باشد. ماتریس N نیز دارای 3 سطر و 2 ستون می باشد. در نتیجه چون تعداد سطرهای ماتریس M با تعداد سطرهای ماتریس N برابر است و تعداد ستونهای ماتریس M نیز با تعداد ستونهای ماتریس N برابر می باشد، دو ماتریس M و N هم مرتبه هستند.